کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش های موثقی از نقض حقوق بشر توسط سنی های تندروی طالبان در افغانستان از جمله اعدام دست جمعی غیر نظامیان و معترضان و محدودیت های بی سابقه علیه زنان دریافت کرده است میشل باشله در سخرانی خود در شورای حقوق بشر جزیاتی از اعدام ها ارائه نکرد اما از همکاران خود خواست تا مکانیزمی برای نظارت دقیق بر اقدامات طالبان داشته باشند. میشل باشته که در نشست استراری مجمع حقوق بشر سازمان ملل که به درخواست پاکستان و برخی سازمان های بین المللی تشکیل شده بود شرکت می کرد گفت ترس و نگرانی های شدیدی برای زنان، روزنامه نگاران و نسل جدید رهبران جامعه مدنی افغانستان وجود دارد. وی تصریح کرد که اقلیت های قومی و مذهبی در این کشور در هفته های گذشته تحت شدیدترین سرکوب از سوی عناصر طالبان قرار گرفته نصیر احمد اندیشا دیپلمات ارشد و پیشین افغانستان هم که در این جلسه شرکت کرده بود خواستار پاسخگویی برای اقدامات طالبان شد و وضعیت کشورش را نامشخص و وخیم توصیف کرد او گفت میلیون ها نفر در افغانستان از جان خود می ترسند. کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه مشترکی به جهانیان هشدار دادند که بسیاری از مردم افغانستان از ترس انتقام گیری مخفی شدند. زیرا طالبان همچنان خانه به خانه به دنبال شهروندان است. دولت پاکستان در این جلسه پیشنویس قطنامه ای درباره وضعیت افغانستان که از سوی سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد شده بود را ارائه کرد برخی از دیپلمات‌های های غربی از متن این قطنامه انتقاد کرده و گفتند که متن آن متناسب با وخامت اوضاع در افغانستان نیست گفته می شود نامی از طالبان در این قطنامه نبوده است